نقطه حسابرسی از رژیم ایران در کانادا. گزیده ای از سخنرانی ها و مقالات تحقیقی نمایندگان پارلمان درباره نقض حقوق بشر در ایران. گزارش های رسانه ها، سخنان مریم رجوی در استماع پارلمان کانادا، افزایش اعدام ها به رغم دعاوی اعتدال، جنایات صورت گرفته علیه اشرفی ها، آن روی سکه نقض حقوق بشر توسط فاشیسم مذهبی در ایران است. خالد الالوانی نماینده پارلمان عراق، محکومیت محاصره ضد انسانی علیه اشرفی ها توسط حکومت مالکی. ۲۴ اعدام جمعی و جنایتکارانه به دست دشقیمان خامنه‌ای در کرمان، قزوین و گوهردشت کرج. هراس دیکتاتوری بحران زده از خیزش‌ها. حرکت‌های اعتراضی در شهرهای میهن. اعتراض دانشجویان دانشگاه تبریز با شعار آزادی زندانی سیاسی. اعلام نتایج انتخابات عراق توسط کمیساریای تحت تسلط مالکی. اعتراضات گسترده به تقلبات انتخاباتی و مداخلات رژیم آخوندی. تلویزیون رافدین. کنترل صندوق‌ها و انتخابات عراق در دست قاسم سلیمانی، سرکرده نیروی تروریستی قدس است. ناظران و تحلیلگران سیاسی در عراق. آمار و ارقام اعلام شده نقطه پایان مهندسی انتخابات در عراق و این آمار و ارقام که در منتهای انزوای سیاسی مالکی مهندسی شده، آغاز دور جدیدی از تحولات در عراق است. بیانیه شورای نظامی انقلابیون عراق. استمرار نبردها با ستمگران تا تحقق خواستهای مردم. درگیری‌های عشایر با نظامیان مالکی در گرمه. آتشباری وحشیانه بر فلوجه. گاردین چاپ انگلستان. رژیم ایران زیر فشار تحریم‌ها در نقطه فروپاشی است و سرانش فشار را احساس می‌کنند. بیانیه اتحاد نیروهای اسلامی اپوزیسیون سوریه. استقبال شورای ملی سوریه و ضربات رزمندگان بر نظامیان اسد در شهر نوا. هفته حسابرسی از رژیم ایران به ابتکار نمایندگان برجسته پارلمان کانادا، جیمز بزن، پول دوار، ایروین کاتلر. گزیده ای از سخنرانی ها و مقالات نمایندگان پارلمان کانادا و گزارش های رسانه ها. مریم رجوی درباره استمرار نقض حقوق بشر و افزایش اعدام ها در ایران صحبت کرد. او از کانادا خواست ابتکار عمل تحقیقات بین المللی در مورد جنایات صورت گرفته علیه اشرفی ها را به عهده بگیرد. روزهای 8 تا 15 ماه می، هفته حسابرسی از رژیم ایران از سوی پارلمان کانادا برگزار شد. در هفته حسابرسی از رژیم ایران، تهدیدات چهارگانه حکومت آخوندی شامل تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی، صدور تروریسم، دخالت در کشورهای منطقه و به طور خاص نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفت. هفته حسابرسی از رژیم ایران از جمله جلسات استماع
و سخنرانی در پارلمان و سنای کانادا و انتشار مقالات و گزارش‌های تحقیقی درباره نقض حقوق بشر در ایران را در بر می‌گرفت که هدفش به صدا درآوردن زنگ خطر درباره نقض سیستماتیک و وخیم حقوق بشر در ایران بود. Speaker, as part of Iran Accountability Week, parliamentarians are highlighting the efforts of the Global Iranian Political Prisoner Advocacy Project. Canadian parliamentarians are paired with Iranian political prisoners on whose behalf they advocate. جیمز بدن، معاون وزیر دفاع و نماینده پارلمان کانادا از حزب حاکم این کشور، طی سخنانی در پارلمان کانادا در جریان برگزاری هفته حسابرسی از رژیم ایران به تلاش‌های نمایندگان پارلمان کانادا در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران اشاره کرد و استمرار فزاینده شکنجه و اعدام در حکومت آخوندی را به عنوان نقض فاحش حقوق بشر محکوم کرد. جیمز بزن در هفته حسابرسی از رژیم ایران همچنین گفت به رغم سیاست خوشرویی و لبخند روحانی، رژیم ایران به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهد و همچنان با زنان به عنوان کالا و برده برخورد می کند. جیمز بزن تاکید کرد من کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد را فرا می خوانم تا یک تحقیقات مستقل بین المللی را درباره حمله وحشیانه 17 آوریل 2014 به زندانیان سیاسی وین راه اندازی و تصدیق کند. همه زندانیان باید فوراً توسط پزشکان در بیمارستان‌هایی که برای زندانیان و خانواده‌هایشان قابل قبول هستند، مورد رسیدگی پزشکی قرار گیرد. این نماینده پارلمان کانادا و از مبتکران هفته حسابرسی از رژیم ایران اضافه کرد: من سیستم قضایی وحشی رژیم ایران و استمرار بی‌توجهی این رژیم به روند دادرسی و نقض حقوق بشر مردم این کشور را تقبیح می کنم. برای صلح و امنیت جهانی تهدیدی بزرگتر از رژیم ایران وجود ندارد. ما نباید جنایات روزمره ای را که توسط این رژیم در داخل ایران صورت می گیرد از یاد ببریم و پیوسته باید توجه جهان را به آن جلب کنیم. مردم ایران شایسته کرامت، احترام و همه آزادی هایی هستند که برای مدتی بیش از حد طولانی از آنها سلب شده است. Iran Accountability Week, which occurs as nuclear negotiations with Iran risk overshadowing, if not sanitizing, the regime's massive domestic repression. It also coincides with the 6th anniversary of the imprisonment of Irving Kotler, نماینده دیگر پارلمان کانادا در سخنرانی خود در پارلمان این کشور در هفته حسابرسی از رژیم ایران گفت مذاکرات هسته‌ای این تهدید را در بر دارد که سرکوب گسترده داخلی توسط رژیم ایران را تحت شعاع قرار بدهد. این نماینده پارلمان کانادا افزود هفته حسابرسی از رژیم ایران با ادامه حبس ناعادلانه بیش از 900 زندانی عقیدتی همزمان شده است. ما با الهام از کسانی که هنوز در زندان به سر می‌برند زنگ خطر را همچنان به صدا در خواهیم آورد. We will continue to sound the alarm until the Iranian people. The honorable member for West. بریفینگ وایر 17 می 2014 در گزارشی از جلسه استماع در پارلمان کانادا نوشت مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران روز پنجشنبه 15 می در زیر کمیته حقوق بشر بین المللی پارلمان کانادا سخنرانی کرد و خواستار شروع تحقیقات مستقل بین المللی در رابطه با کشتارها و جنایات صورت گرفته علیه اشرفی ها توسط دولت عراق که به فرمان رژیم ایران انجام داده گردید. سخنرانی مریم رجوی همزمان با هفته حسابرسی از رژیم ایران انجام شد. او علاوه بر اینکه خواهان حفاظت از مخالفان سیاسی رژیم ایران گردید، به طور گسترده تری در مورد ادامه نقض حقوق بشر در ایران تحت ریاست جمهوری حسن روحانی صحبت کرد. خانم رجوی در اظهارات خود استدلال کرد این حملات در خارج از مرزهای ایران
ادامه فعالیت‌های سرکوبگرانه رژیم در داخل ایران می باشد. او گفت فاشیسم دینی حاکم بر ایران در بحبوحه بحران‌های سیاسی، اقتصادی و بین المللی سازمان مجاهدین را که نیروی اصلی تغییر در ایران هستند تهدید جدی حاکمیت خود می داند. 20 نفر از ساکنان لیبرتی به دلیل محاصره پزشکی جان خود را از دست دادند و چند حمله موشکی علیه این کمپ صورت گرفته است. خانم رجبی گفت قدم اول انجام یک تحقیقات مستقل بین المللی در مورد کشتار ساکنان به ویژه قتل عام 52 تن از ساکنان و به گروگان گرفتن 7 نفر در اول سپتامبر 2013 است. او از دولت کانادا خواست ابتکار این تحقیقات توسط یک مقام ذی‌صلاح بین المللی را در دست بگیرد. رهبر اپوزیسیون ایران در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران گفت آخوندها به خاطر احساس ضعف و آسیب پذیری بالقوه سرکوب را تشدید کردند و به رغم ادعای اعتدال از سوی رئیس جمهور این رژیم در 1 سال اخیر بیشترین تعداد اعدام ها صورت گرفته است. مارک گارنو نماینده پارلمان کانادا طی مقاله‌ای در روزنامه نشنال پست با اشاره به مذاکرات هسته‌ای نوشت همه ما امیدواریم یک توافق جامع به دست بیاید که به صورت قطعی پیگیری تسلیحات هسته‌ای توسط رژیم ایران را متوقف کند و به برقراری ثبات در منطقه‌ای که تا الان هم بیش از اندازه شاهد خونریزی و نزاع بوده است کمک کند. اگر یک توافق جامع و قابل تایید آنطور که امید آن می‌رود صورت نگیرد باید تحریم‌های اقتصادی با شدت حتی بیشتر از قبل دوباره اعمال شود. دیوید سویت عضو زیر کمیته حقوق بشر بین المللی پارلمان کانادا نیز طی مقاله‌ای در نشنال پست نوشت زمانی که روحانی در تابستان گذشته سر کار آمد جهان با انتظار تماشا کرد. روحانی از یک بازی بزرگ صحبت کرده بود. او از اعتدال، اصلاح، برابری جنسی و بردباری بیشتر برای اقلیت‌های مذهبی در ایران سخن گفت. قرار بود حقوق مردم در یک ایران آزاد بالاتر از همه چیز قرار گیرد. اما متاسفانه امیدهای بزرگ جامعه بین المللی نقش بر آب شد. انتظارات کوتاه مدت بود. نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی ادامه یافته است. اعدام‌ها ادامه داشتند. بازداشت خودسرانه زندانیان سیاسی بدون وقفه ادامه دارد. سران رژیم ایران چهره جدیدی را به جهان ارائه می کنند. اما این واقعیت سرسخت برای هزاران زندانی سیاسی در ایران را تغییر نداده است. پول دوار نماینده دیگر پارلمان کانادا طی مقاله‌ای در نشنال پست به مناسبت هفته حسابرسی از رژیم ایران نوشت در ماه ژوئن گذشته افتخار می کنم که حمایت همه احزاب در مجلس عوام برای قطعنامه به مناسبت قتل عام هزاران نفر از زندانیان سیاسی در ایران در سال 1988 را به دست آوردم. تصویب موفقیت آمیز قطعنامه‌ای که ارائه کرده بودم کانادا را اولین کشوری در جهان کرد که به طور رسمی این کشتار جمعی را به عنوان جنایت علیه بشریت تشخیص دهد. با این حال یک ربع قرن بعد نقض غیر قابل قبول حقوق بشر هنوز هم در ایران صورت می گیرد. ایرانیان همچنان به دلیل اعتقادات، هویت و جهتگیری خود به زندان انداخته می شوند، مورد آزار قرار گرفته و اعدام می شوند. ایرانیان همچنان از آزادی های دموکراتیک و بهره‌گیری از حقوق بشر مطابق قانون بین المللی محروم هستند. مردم کانادا شانه به شانه با مردم ایران در آرمانشان برای دموکراسی و حکومت عادلانه قانون ایستادند. ما به ایستادن در کنار آنها و رساندن خواسته های آنها هنگامی که صدای آنها به طور ناعادلانه خاموش و سرکوب می شود ادامه خواهیم داد. همبستگی ما بر اساس سیاست ها و یا ایدئولوژی مشترک نیست، بلکه بر اساس انسانیت مشترک ماست. ما تا زمانی که همه زندانیان سیاسی در ایران آزاد نشوند آرام نمی نشینیم.
خالد الالبانی نماینده پارلمان عراق. محکومیت محاصره ضد انسانی علیه اشرفی ها توسط حکومت مالکی. خالد الالبانی نماینده پارلمان عراق از ائتلاف متحدون گفت مانع ایجاد کردن در رسیدن دارو و غذا به ساکنان لیبرتی طبق دستورالعمل حکومت مالکی صورت می‌گیرد. به گزارش تلویزیون التغییر خالد الالبانی گفت تاکنون بارها شاهد حملات مسلحانه علیه این پناهندگان در دیالی و بغداد بوده ایم. دولت مالکی رسیدن غذا و دارو به این پناهندگان در لیبرتی را نیز با مانع مواجه می کند و نیروهای امنیتی این رفتار ضد انسانی و غیرقانونی را طبق دستورات حکومت مالکی انجام می دهند. بینندگان گرامی سلام بر شما. اخبار این ساعت را با خبرهای از تحولات عراق ادامه می دهیم. بعد از ظهر سه‌شنبه 29 اردیبهشت کمیساریای انتخابات عراق که ارگانی تحت تسلط مالکی است نتایج انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد. طبق نخستین آمار و ارقام اعلام شده مالکی که از این پیشتر برای اعلام 110 تا 130 کرسی برنامه‌ریزی کرده و آن را به طرق مختلف از رادیو تلویزیون و سایت های متعلق به خودش اعلام کرده بود در مجموع 92 کرسی به دست آورد. از این پیشتر اعلام شده بود که 1,024,000 نفر افراد واجد حق رای در نیروهای مسلح عراق موظف به رای دادن به مالکی شدند. طبق آمار و ارقام اعلام شده که هنوز قطعی و نهایی نشده است، حکیم در مجموع در تمام عراق 29 کرسی، صدر 28 کرسی، اسامه نجفی 23 کرسی، عیاد اللاوی 21 کرسی و صالح مطلق 10 کرسی به دست آوردند. عیاد اللاوی که علی‌رغم تقلبات گسترده 10 کرسی در بغداد به دست آورده است، از این پیشتر در کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد اگر تقلب در کار نباشد نفر اول در انتخابات بغداد است و کلان تقلبات در انتخابات کل روند اصلاح سیاسی در عراق را پوچ و بی‌معنا می‌کند. کمیساریای انتخاباتی عراق که زیر کنترل مالکیس اعلام کرد که از 60,000 صندوق در اثر اعتراضات آرای 300 صندوق آکنده از تقلب را باطل و شماری از کارمندان کمیساریا را نیز به خاطر تقلب اخراج کرده است. روز گذشته افراد اخراجی اعلام کرده بودند که دلیل اصلی اخراج آنها کشف تقلبات مالکی به سود سعدون دلیمی سرپرست وزارت دفاع مالکی بوده است. در کردستان عراق تعداد کرسی‌های بارزانی و طالبانی هر یک 19 کرسی اعلام شده است که اعتراض‌های زیادی برانگیخته و گفته می‌شود قاسم سلیمانی آرای تقلبی زیادی را از مرز ایران وارد کردستان عراق کرده است. تلویزیون رافدین وابسته به اهل تسنن عراق از این پیشتر اعلام کرده بود که به طور واقعی کنترل صندوق‌ها و انتخابات عراق در دست قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. کمیساریای انتخابات عراق بعد از ظهر سه‌شنبه از جریان‌های سیاسی عراق خواست یا نتیجه انتخابات را بپذیرند یا شکایت‌های خود را ارائه دهند. یک هیئت قضایی بلندپایه عراقی از دو روز پیش به دعوت صادق لاریجانی سردشقیم قوه قضایی آخوندها در تهران به سر می‌برد. ناظران و تحلیلگران سیاسی در عراق آمار و ارقام اعلام شده در مورد کرسی‌های پارلمان را نقطه پایان مهندسی انتخابات در عراق نمی‌دانند و اغلب برانند که این آمار و ارقام که در منتهای انزوای سیاسی مالکی مهندسی شده است آغاز دور جدیدی از تحولات در عراق است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد نتایج اعلام شده روز دوشنبه می‌تواند مورد چالش قرار گیرد و قبل از تایید نهایی توسط دادگاه عالی این کشور می‌تواند تغییر کند، به خصوص که مالکی نتوانسته است اکثریت لازم برای نخست وزیری را به دست بیاورد و ناگزیر از ائتلاف با جریان‌های دیگر است. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید منتقدان مالکی وی را متهم
به قبضه قدرت مشخصاً در درون نیروهای امنیتی و همچنین فساد گسترده و فقدان خدمات عمومی و وخامت وضعیت امنیتی می‌کنند. به گزارش تلویزیون التغییر، عیاد علاوی، مسعود بارزانی و اغلب احزاب شیعه دور سوم نخست وزیری مالکی را رد کردند. التغییر گفت ناظران بر این عقیده هستند اغلب احزاب شیعه مخالف دور سوم نخست وزیری رهبر حزب الدعوه هستند. ضیاء الاسدی دبیر کل فراکسیون احرار وابسته به جریان سعد تاکید کرد این فراکسیون همچنان بر موضعش مبنی بر تمدید نکردن سمت نخست وزیری مالکی برای سومین بار باقی است و این یک پیمان اخلاقی بین فراکسیون و کسانی است که به آن رأی دادند و از آن کوتاه نمی آید. آنها تاکید کردند ترجیح می دهند به عنوان اپوزیسیون در خارج از دولت باشند تا اینکه در دولتی شرکت کنند که نخست وزیرش مالکی باشد. التغییر گفت عیاد علاوی رهبر ائتلاف الوطنیه ادامه نخست وزیری مالکی را تحت هر عنوانی رد کرد. مسعود بارزانی رئیس کردستان عراق نیز گفت تمدید دور سوم نخست وزیری مالکی باعث می شود که آنها را مجبور کند تا از روند سیاسی به طور کامل خارج شوند. به گزارش تلویزیون رافده شورای نظامی انقلابیون عراق طی بیانیه اعلام کرد ما برای رفع ستم و پاسخ به ستمگران با زبان خودشان که همان زبان سلاح و گلوله از سلاح به دست گرفته ایم. آخرین پیام ما نیز به مردم است که شما با ایستادگی و صبرتان بهای سنگینی پرداخته اید و حال زمان آن رسیده که با یک خیزش انقلابی خلاق پیشروی کنید تا حق خود را به جایگاهش برگردانید و آرزوی مردم عراق را محقق سازید. فرزندان شما در شورای نظامی کل انقلابیون عراق مجدداً با شما و تمامی جهان پیمان می‌بندند که آنها بر این انقلاب پایبند خواهند بود تا تمامی مزدوران و مفسدان را از سرزمینمان طرد کنند. به گزارش تلویزیون رافدین، انقلابیون گرمه به یک ستون نظامیان مالکی در منطقه العبادی حمله کردند که منجر به انهدام یک خودروی مهندسی و 4 حامر شد. اشاری گرمه به مرکز گردان سوم از تیپ 1 واکنش سری نظامیان مالکی حمله کردند. به گزارش تلویزیون بغداد آتشباری شدید با توپخانه و موشک بر مناطق فلوجه توسط نظامیان مالکی ادامه دارد و تعداد زیادی کشته و مجروح بر جای گذاشته است. تصاویر منتشر شده از شهر فلوجه نشان دهنده خرابی بسیاری از خانه‌های مردم در جریان آتشباری کور است که از چند ماه قبل ادامه دارد. به خبرهای از میهنمان توجه فرمایید. در موج دیگری از اعدام‌های جمعی و جنایتکارانه دشخیمان خامنه‌ای 24 تن را در کرمان، قزوین و کرج به دار آویختند. جلادان صبح دوشنبه 29 اردیبهشت در یک اعدام جمعی 10 زندانی را در زندان گوهردشت کرج اعدام کردند. دشخیمان این زندانیان را روز یکشنبه تحت عناوین مختلف مانند اعزام به دادگاه و یا بیمارستان از بندهای خود خارج کرده و به سلول‌های انفرادی منتقل کرده بودند. روز یکشنبه 28 اردیبهشت در یک اعدام جمعی دیگر 10 زندانی در زندان مرکزی کرمان حلق‌آویز شدند. روز شنبه 27 اردیبهشت نیز دشخیمان 4 زندانی را در قزوین به دار آویختند. گسترش اعدام‌ها در حاکمیت منفور و بحران‌زده آخوندی برای ارعاب عمومی صورت می‌گیرد و بیانگر وحشت آخوندها از خیزش‌های اجتماعی است. دشخیمان رژیم آخوندی 8 زندانی را جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان رجای شهر منتقل کردند. محسن مرزبان و جلال آذرمهر نام 2 تن از زندانیانی بود که از بند 1 زندان رجای شهر به منظور اعدام منتقل شدند. روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه دانشجویان دانشگاه تبریز سخنرانی پاسدار سفار هرندی در ساختمان مرکزی دانشگاه را به هم ریختند. دانشجویان با در دست گرفتن پلاکارد و سر دادن شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد، دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد، بسیجی ضد خلق علیه جان ملت، مانع سخنرانی پاسدار سفار هرندی شدند.
به فیلمی از اعتراض دانشجویان دانشگاه تبریز که بر روی اینترنت گذاشته شده توجه فرمایید. بیش از 500 تن از کارگران کارخانه سیمان دشتستان در بوشهر روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه با ماموران نیروی انتظامی که قصد شکستن اعتصاب آنها را داشتند درگیر شدند. ماموران سرکوبگر به کارگران اعتصابی که 18 روز اعتصاب خود را پشت سر می‌گذاشتند حمله کرده و ضمن ضرب و شتم آنها تعدادی از آنها را دستگیر کردند. به دنبال قتل دو نفر از اهالی شهر شلمزار در استان چهارمحال بختیاری و فرار قاتلان، مردم خشمگین در اولین ساعت بامداد روز یکشنبه 28 اردیبهشت وارد پاسگاه نیروهای رژیم شدند و آن را با آتش کشیدند. بسیاری از ماموران مستقر در پاسگاه با مشاهده حمله مردم خشمگین متواری شدند و تعدادی نیز بعد از اینکه شلیک‌های هوایی آنان راه به جایی نبرد، اسلحه‌ها را زمین گذاشته و از پاسگاه خارج شدند. این پاسگاه به طور کامل در آتش سوخت. دشقمان رژیم آخوندی زندانی سیاسی محمد میرزایی را بعد از 6 سال زندان به جیرفت تبعید کردند. وی که به مدت 6 سال در زندان وکیل آباد مشهد محبوس بود اخیراً آزاد شده، اما رژیم آخوندی وی را بعد از آزادی به جیرفت تبعید کرد. زندانی سیاسی محمد میرزایی از بیماری‌های مختلفی رنج می‌برد. اخباری از بحران هسته‌ای رژیم. هیئتی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه برای گفتگو با مقام‌های رژیم ایران وارد تهران شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف از این گفتگوها که روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد، بحث بر سر نگرانی‌های باقی مانده در مورد برنامه اتمی رژیم است. کمالوندی، سخنگوی آژانس اتمی رژیم ایران، گفت که هدف از این مذاکرات رسیدن به توافق در 13 موردی است که مورد نگرانی آژانس است. روزنامه گاردین چاپ انگلستان نوشت رژیم ایران تحت تحریم آمریکا در نقطه فروپاشی است و سران رژیم این فشار را احساس می‌کنند. گاردین می‌افزاید حتی در صورت یک توافق اتمی با غرب، عواقب سیاسی و اجتماعی تحریم‌ها ممکن است خیلی وسیع باشند و سیستم حکومتی که به وسیله خمینی ایجاد شده است فروپاشی را تجربه کند. مردم ایران تحت فشارند. تنش‌ها بازگو می‌شود. بندها دارند پاره می شوند. رهبری رژیم فشار زیادی را حس می کند. گاردین در ادامه می افزاید برای بسیاری از مردم، اما اقتصاد مشکل اصلی است. روحانی هم برای بسیاری از مردم عادی در عرض کمتر از یک سال افشا شده و اقدامات او برای قطع رایانه ها و هزینه های عمومی مورد سرزنش قرار گرفته است. تایمز لندن طی مقاله‌ای در مورد فریبکاری رژیم در مذاکرات اتمی نوشت تأمین مالی ماجراجویی‌های سپاه پاسداران در سوریه، لبنان، عراق و غزه خرج دارد. وقتی رژیم ایران مجدداً به پول دسترسی پیدا کند، می‌تواند بار دیگر تلاش‌هایش را در برنامه هسته‌ای افزایش بدهد. در نتیجه یک نوع کلاهبرداری در قلب این مذاکرات وجود دارد. 10 سال پیش وقتی روحانی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای بود، تاکتیک‌های فریب وی اوریان بودند. ورلد تریبیون گزارش داد یک هیئت سازمان ملل گزارش داد رژیم ایران برنامه موشک‌های بالستیک خود را گسترش می‌دهد و تأسیساتی را برای پرتاب موشک به فضا می‌سازد.
در گزارش هیئت کارشناسان ملل متحد دو تأسیسات عمده موشکی در ایران شناسایی شدند. این گزارش 49 صفحه‌ای میگوید یک سایت جدید پرتاب موشک در 40 کیلومتری شهر شاهرود در ماه اوت 2013 شناسایی شد. ارزیابی می‌شود که ساخت یک مجسمه بزرگتر پرتاب در سمنان برای موشک‌های بالستیک و دستگاه‌های پرتاب ماهواره رو به اتمام باشد. فرانسوا نیکولو، سفیر سابق فرانسه در تهران، درباره توافق اتمی رژیم با کشورهای 5 به علاوه 1 گفت: قدرت‌های غربی خواهان آن هستند که تعداد سانتریفیوژها را 4 یا 5 برابر کمتر کنند. ولی رژیم ایران می‌گوید دست کم 50,000 سانتریفیوژ برای نیازهای آتی خود در زمینه تحقیقات و نیروی برق هسته‌ای باید داشته باشد. اختلاف بین این دو موضع پایه‌ای خیلی وسیع است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد دور اخیر گفتگوهای هسته‌ای رژیم ایران با ناکامی‌های بزرگی پایان یافت. گفتگوهای هسته‌ای رژیم ایران روز جمعه دچار وقفه شد و باعث ایجاد تردید درباره پیشرفت‌های پیشین و صدمه به امیدی شد که برای دستیابی به توافق ایجاد شده بود. آسوشیتد پرس افزود هدف از این توافق محدود کردن برنامه اتمی رژیم ایران و خاتمه تحریم‌های اعلام شده علیه این رژیم بود. به خبرهایی از تحولات قیام مردم سوریه توجه فرمایید. گردان‌های اپوزیسیون سوریه در دمشق در چندین جبهه با نظامیان اسد درگیر شدند و در شهرک ملیحه در حومه دمشق میدان شهرداری این شهر را به کنترل خود درآوردند. در استان درعا گردان‌های اپوزیسیون سوری حمله نظامیان اسد به شهر نوا را در هم کوبیدند و ده‌ها تن از نیروهای دشمن را به هلاکت رساندند و یک تانک و چند زرهی آنها را منهدم کردند. در حلب نیز رزمندگان سوری چند ساختمان را در محله راشدین به کنترل خود درآوردند و حداقل 20 تن از نظامیان اسد را از پای درآوردند. شبکه حقوق بشر سوریه در گزارش مستندی اعلام کرد از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حداقل 847 زندانی سیاسی در سیاه‌چال‌های رژیم دیکتاتور سوریه بر اثر شکنجه‌های وحشیانه کشته شدند. در میان کشته شدگان 15 کودک و 6 زن وجود دارد، ولی آمار واقعی بسیار بیشتر از این است. این شبکه می‌افزاید ده‌ها هزار سوری در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های رژیم سوریه به سر می‌برند و 18 هزار زندانی مفقود الاثر می‌باشند که بیم آن می‌رود همگی آنها کشته شده باشند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بزرگترین گروه‌های اسلام‌گرای اپوزیسیون سوریه در بیانیه مشترکی به نام پیمان شرف اعلام کردند هدف آنها سرنگونی رژیم اسد و به پای عدالت آوردن سران آن و ممانعت از هر گونه اعمال انتقام جویانه و تلافی جویانه و برقراری حکومت قانون، آزادی و عدالت در سوریه است. گروه‌های امضا کننده این پیمان تاکید کردند انقلاب سوریه انقلابی مبتنی بر اخلاقیات و ارزش‌ها با هدف رسیدن به آزادی، عدالت و امنیت برای کل جامعه سوریه با قومیت‌های مختلف و ساختار اجتماعی چند قومی است. شورای ملی سوریه به ریاست جورج صبرا با استقبال از این پیمان آن را گامی مثبت در راه تحقق اهداف واقعی انقلاب مردم سوریه دانست. و آخرین خبر این ساعت، میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان از حزب شیطان خواست تا مزدوران خود را از سوریه بیرون بکشد. وی ابراز نگرانی کرد که ادامه حضور حزب شیطان در سوریه لبنان را نیز در معرض درگیری‌های بیشتر طایفه‌ای قرار خواهد داد. رئیس جمهوری لبنان گفت وحدت ملی لبنان با تهدید جدی از ناحیه این دخالت‌ها روبرو شده است. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در اینجا به پایان میرسد. تا بخش بعدی خبر، همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار همه شما.
سلام، موشکاف هستم، کوچیک همه شما بیننده های بامرام. آقا سیدعلی ظریف و فرستاد بیان تا اینجوری یه دومی به خمره زرد بزنه. اما سر گاب ولایت تو خمره مذاکرات گیر کرد. پیشرفت که نداشت هیچی، یه بلبشوی تو نظام به راه انداخت که نگو و نپرس. کیویریش سوال شده که چطور شد اینطور شد؟ چی شد که این دور از مذاکرات پیشرفتی نداشته؟ کدام طرف یا طرفها باعث شدن این مذاکرات اینطوری تموم بشه؟ از اون طرف هم الاغچی یه فیگور اعتدالی گرفته که بگه خیلی به اوضاع مسلطه. در جلسه اول پیشرفت خاصی نداشتیم، ولی این خیلی غیر طبیعی نیست. در جلسات بعدی امیدوار هستیم که جبران بشه. اینا همه یه طرف، استبل مجلس یه طرف. استبل نگو آقا، رینگ گاب بازی بگو. یه گیج قلخانی به نام آقا محمدی که از اون دلواپسای دو نبشه، اول از ضربه صداشو میندازه سرشو قربون صدقه تیم مذاکره میره. برو ببینیم. توافق ژنو، توافق هسته‌ای میان ایران و پنج به علاوه یک مهمترین مثل توافق ژنو، توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و پنج به علاوه یک مهمترین مسئله امروز کشور است. ضمن تشکر از زحمات تیم مذاکره کننده کشورمون و حمایت از نفس مذاکره. حتما میپرسی راستی علت این تقدیر و تشکر و حلوا حلوا کردن تیم مذاکره چیه؟ جوابش خودش میده. بر پایه اخبار منتشر بعد از توافق ژنو، فعالیت هسته‌ای در تمام سایت های ما تعطیل شده. بر سر تعطیلی نیمی از نطنز و سه چهارم فرد و توافق شد. بازرسی جاسوسان سیاه در قالب هیئت های آژانس از مراکز هسته‌ای ما به صورت بی سابقه پذیرفته شد که حتی نفس کشیدن ما هم برای آنها قابل کنترل می باشد. بلبشو یعنی همین. علت تشکر این یابو علفی از تیم مذاکره کننده به خاطر اینه که آچارو برداشتن و افتادن به جون پیچ و مورهای هسته‌ای نظام. حالا شل کن که شل نکن. اما این وسط وضعیت کیهان شربت مداری از همه دیدنی تره. آقا این حاج حسین شیرهی بعد جوری با ولی امرش چپ افتاده. خوشبختانه بی نتیجه ماند. همینجا باید گفت تیم محترم مذاکره کننده کشورمان به تعبیر واقع بینانه و حکیمانه حضرت آقا فرزندان انقلابند و هرگز دست به سازش و خدای نخواسته خیانت نمی آلایند. ولی بعید نیست که فرزندان انقلاب در مواردی ساده انگاری کرده و به خاطر خوشبینی مفرط سرشان کلاه برود که با عرض پوزش رفته است. حقا که یه رگ این جوجه لاش خور به امام دجالش رفته. از یه طرف دو کلمه همچی رنگ و لعابدار مثل واقع بینانه و حکیمانه میچسبونه به ریش عظما، از طرف دیگه تخته رو از زیرش میکشه و میگه این فرزندانی که گفتی یه مش بازی خوردن که طرف حسابا کلا سرشون مالیدن. تیبریشم جا پای شربت مداری میذاره و اینجوری گوش ظریف رو میکشه. ظریف قطعا ظرافت های دیپلماسی رو خوب میدونه، اما شیطون هزار رنگ داره، هزار رنگ و نیرنگ. اون برای این بازار بلبشو قمکشای کوسه نشستن تا اینجوری بذارن تو کاسه کاسبای دلواپس. حالا فصل دورگردی کاسبان است. از یک طرف کاسبان دلواپسی، از طرف دیگر آنها که دنبال فرصتی برای اعلام شکست مذاکرات بوده و هستند. این همان نقطه است که کاسبان تحریم به راه می افتند و از یک سو اختلاس و از دیگر سو دست در جیب مردم کردن را به راحتی انجام می دهند. مذاکرات هسته‌ای شکست نخورده است. دست آخرم سر و کله شیخ فری پیدا میشه که دادش از این وضعیت بلبشو و خارشمیش به عباس و حرفش به سیدعلی بافور اینه که دنبال اکبر بیا. ما برای اینکه پیش رفته بشیم
باید در اولویت‌ها هم نظر بشید. اگر جامعه ما چند شقه بشه، یک شقه بگوید اولویت آن است، دیگری بگوید اولویت اون یکی دیگره، نمی‌رسیم به هدف. لااقل 5 تا هدف پیدا کنیم همه متحد شیم. اوهو بپروده نکنی شیخ بری، 5 تا هدف پیدا کنی که متحد شی، بدبختا تو یه دونه هدفش که حفظ نظام باشه موندی. اینها ورق پاره خودت بند و آب داده، هم به تو جواب داده هم دلیل بلبشو بعد مذاکراتو لو داده. اگر عده‌ای به اراده خود یا به خواست پس پرده نشسته ها خودسری کنند، فضایی ساخته خواهد شد که خودسر و محرک و مشوق همه زیان کنند. این را حکم روزگار به ما میگوید که دست انتقام بیکار نمیماند و همان تنازع بقایی است که در طبیعت سابقه دارد. دست انتقام بد جوری به کار افتاده. اجماعاً همگی با هم منتظر حکم روزگار باشید. وقتی خودشون ته خطشون رو میخونن دیگه موشکاف چی بگه؟ Oh.